سلام به تمام شما عزیزان، سپاسگزار هستیم برای این موقعیت و همینطور برای دعوتی که کشیش رسول عزیز و کلیسای پرستندگان مسیح کردن و چه افتخاریه که با همدیگه خداوند رو خدمت کنیم. آمین، هللویا. هر کدوم از ما یه قسمتی رو از در کار ملکوت خداوند انجام میدیم و همه با هم همکار هستیم و در نهایت مسیحی که نامش بلند میشه و جلال پیدا میکنه و افتخاری است برای ما که در اینجا باشیم و همین طور افتخاری است برای من، برای اینکه سالهاست من و همسرم کشیش سوریک آنت جان و همین طور همسرشون کشیش بیلویز رو میشناسیم، دوستان هستن که خداوند رو دوست دارن، در کشورها، در قاره های دیگه سفر کردن و اون حقیقتی که خداوند از طریق رویا به ایشون نشون داده و طبق کلام خداوند هست با همه در میون میذارن، چون این دل خداوند ماست. عیسی مسیح نمیخواد که حتی یک نفر نجات رو دریافت نکرده باشه. برای همین ما دعا میکنیم، جاهای مختلف میریم که پیام نجات بخش عیسی مسیح رو به همه برسونیم. میدونین چرا؟ چون ما فقط خبر خوش داریم که به دیگران بدیم. آمین، هللویا، هللویا. پس تا زمان داریم میخواستم خواهش کنم از کشیش ویز عزیز که من افتخار دارم در کنارشون امروز باشون خدمت کنم تشریف بیارم. پلیز ویلکام. هللویا. Your people are so kind and loving and passionate for the word of God. و مردمی که من دیدم چقدر مردم شما مردمان مهربانی هستن و چقدر عشق دارن برای کلام خداوند. We've enjoyed meeting so many. و ما خیلی لذت بردیم از ملاقات هایی که داشتیم قبل از اینکه جلسه شروع بشه. Thank you for coming. و متشکرم از اینکه تشریف آوردین امروز کلیسا. هللویا. You know, they're going to hear about how horrible hell is, but more importantly, how great God's love is for each person. Amen. میخواین که امروز بشنوین راجع به مکانی که بسیار وحشتناکه و اون جهنم داره، جهنم نام داره، اما یه خبر خوش دیگه راجع به یه کسی بزرگتر، خداوند که ما رو از جهنم رهایی داده. Amen. I normally quote a lot of scripture, but yes. I won't be able to do it because yes. of the translation. Yes. But that's what's important for people to believe is the word of God, not my experience. و مهمتر از تجربه حتی با اینکه من رویا داشتم برای شما عزیزان اینه که نه حتی بخواین اعتماد کنین یا اون چیزی که بر اساس اعتمادتون رو بذارین، توکلتو بذارین روی تجربه‌ای که من داشتم، اما رو کلام خداوند. چون من معمولاً و چون میشناسم مرتب سریع شاید صدها آیات رو حفظ کردن و میگن دلیلی که امروز نمیتونیم همه آیات رو باز کنیم به خاطر محدودیت زمانی هست و اینکه دارم براشون ترجمه میکنم چون اون وقت طولانی تر خواهد بود زمان. Jesus talked about hell in 46 different verses. در 46 آیه مختلف عیسی مسیح در رابطه با جهنم صحبت کرده. Why did he talk about it so much? Because that's what he saved us from. چرا اینقدر عیسی مسیح در رابطه با موضوع جهنم صحبت کرده؟ چون ما را عیسی مسیح از جهنم رهایی داده. Amen. Three quick reasons why it's important for us Christians to hear about hell. سه تا دلیل مهم هست که چرا ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید در مورد جهنم بشنویم. It'll cause you to be number one, much more appreciative of what you were saved from. اول از اینکه خیلی بیشتر از قبل قدردانی میکنین و ارزش قائل میشین برای اون نجاتی که مسیح ما رو داده. Number two, it'll cause us all to walk more in the fear of the Lord. و همینطور شماره دو، دلیل دوم، به ما کمک میکنه که بیشتر با ترس توامه با احترام خداوند راه بریم. And number three, it gives us all more of a passion for the lost. و همینطور برای گمشدگان بیشتر اون اشتیاق رو داشته باشیم که بریم خبر نجات بخش مسیح رو به گمشدگان هم برسونیم. When you understand how severe hell is, you will take more effort with people to witness to them. وقتی که متوجه بشین چه جای وحشتناک و سختیه، بیشتر تلاش خواهید کرد که خبر خوش مسیح رو شما به بقیه مردم و به گمشدگان هم برسونید. Okay. Amen. Amen. On November 23rd, 1998, I had an experience that changed my life. 1988 در نوامبر من یه تجربه روحانی داشتم که برای همیشه زندگی من رو عوض کرد. It doesn't matter if you believe my experience. مهم نیست که شما حتی تجربه منو باور کنید یا نه.
What matters is that you check out what the Bible has to say about hell and avoid it just the same. اما لطفاً بررسی کنید، ارزیابی کنید آیات کلام خداوند رو در رابطه با تجربه روحانی که من داشتم و خودتون دریابید که اینجا یک جای واقعی هست. This was not a near death experience. This was an out of body experience that I had. من اینجور نبود که داشتم مثلا فوت می‌کردم این تجربه رو داشته باشم، بلکه کاملا روحم از بدنم خارج شده بود و این تجربه رو داشتم. In 2 Corinthians 12:1 and 2, Paul, when he was caught up in the heaven in a vision, he said whether in the body or out of the body, he didn't know. در دوم قرنتیان فصل 12 میتونید یادداشت کنید عزیزان، به خاطر وقتی که ما داریم همه رو نمیتونم برای شما بخونم، ولی دوم قرنتیان فصل 12 آیات 1 و 2 پولس رسول راجع به آیات درباره رویاها و مکاشفاتی که داشته با خداوند صحبت میکنه. But the Lord showed me that I left my body, so in a vision you can actually travel just like Paul and John traveled to heaven. همون جور که پولس و یوحنا این تجربیات رو داشتن که خارج از بدن، شما وقتی در رویا باشید خداوند میتونه شما رو حتی به سفرهای مختلف ببره، در سفر به شما چیزهایی نشون بده. So you can travel in your spirit body. در وقتی که روح از بدن جدا میشه، در روح شما میتونید سفر داشته باشید، یه سری ملاقات داشته باشید. 1 Corinthians 15:44 talks about a natural body and a spirit body. همون جور که در اول قرنتیان فصل 15 داره صحبت میکنه راجع به ما از لحاظ اینکه ما میتونیم انسان‌های روحانی و یا انسان‌های نفسانی باشیم. And the things experienced in your spirit body are just as real as they would be in your physical body. همون چیزهایی که شما در بُعد روحانی تجربه کنید از لحاظ رویا انقدر طبیعیه و واقعیه مثل همون چیزی که شما تو جسمتون دارین تجربه میکنین. Job 7:14 says you scare me with dreams and terrify me through visions. همونجور که ایوب در فصل 17 آیه 14 میگه که من وحشت برم داشت با اون رویاها و مکاشفاتی که من دیدم. And Isaiah 21:2 he was given a grievous vision. و همینطور اشعیا 21:2 در رابطه با اون رویایی میگه که اونو در واقع جریحه دار کرد، ترسوندش. And in Job 4:14 he was given a vision that caused his bones to shake. و همینطور در ایوب فصل 4 آیه 14 در رابطه با رویایی میگه که حتی استخونهاش هم لرزید از ترس. So you can have a grievous, terrifying, bone-shaking vision. پس شما هم میتونین یه رویایی داشته باشین که دیگه از ترس، حتی از شدت ترس و وحشت، حتی استخونهاتون شروع کنه به لرزیدن. And this is not to compare my experience with any of the great men of the Bible. من منظورم این نیست که بخوام حالا تجربه روحانی و اون رویایی که داشتم با مردان بزرگ خدا در کتاب مقدس مقایسه بکنم. I'm just trying to give you a scriptural basis of how this can occur for a Christian. اما میخوام فقط بهتون ثابت کنم که از طریق آیات کتاب مقدس بهتون نشون بدم که میتونه برای یک ایماندار به عیسی مسیح همچین تجربیاتی اتفاق بیفته. The only way a Christian can see hell is in a vision. و تنها راهی که، تنها طریقی که کسی که ایمان آورده به عیسی مسیح بتونه رویایی از جهنم داشته باشه، اینی که از طریق رویا خداوند بهش نشون بده. My wife and I went to a prayer meeting Sunday night that we attended every Sunday night. ما هر یک شنبه، من و خانم امی رفتیم یک شنبه شب جلسه دعایی که بود. Nothing unusual about the night. هیچ چیز غیر معمولی اتفاق نیفتاد اون شب. جلسه دعا داشتیم، تموم شد و اومدیم خونه. Prior to this experience, I never studied the talk of hell. من قبل از اینکه این تجربه روحانی رو داشته باشم به هیچ وجه چیزی راجع به جهنم بگم خونده باشم یا تمرکز کرده باشم اون چند شب روش نداشتم اصلا. I've never gone to dark movies. I've never drank alcohol. I've never taken drugs. This was not a result of any of those things. من این رویایی که دیدم نتیجه این نبود که مثلا رفته باشم تو عمرم تا حالا به مواد مخدر دست زدم، نه مشروبات الکلی مصرف کردم، نه اینکه رفتم فیلم ترسناک دیدم که دری باز کرده باشه که حالا من بخوام اینا رو، این رویا رو داشته باشم. And I never had a vision before. هیچ وقتم تو زندگی من رویا یا خواب نداشتم، ندیده بودم. We came home like any other normal night, went to bed. I got up at 3 o'clock in the morning. پس مثل همون هر شبی که ما برمیگشتیم، برگشتیم از جلسه دعا یک شنبه شب، اومدیم خونه و رفتیم خوابیدیم، ولی من ساعت 3 نیمه شب بود که بیدار شدم. I got up to get a glass of water. رفتم یه لیوان آب برای خودم بردارم. And suddenly I was pulled out of my body. یه دفعه روحم از بدنم جدا شد. Like being drawn up out of your body. و یک دفعه مثل اینکه روح از بدنم به طرف بالا کشیده بشه. And I found myself falling through the air down this long tunnel. و یک دفعه دیدم که من افتادم توی یه تونل خیلی تاریک، دالود خیلی سیاهی. And it was getting hotter and hotter. و همش داغ و داغ‌تر می‌شد این تونل.
And I landed on an actual stone floor in a prison cell in hell. و دقیقاً افتادم رو زمین، یک جایی که مثل یک سلول زندان بود و زمین سختی بود. With real stone and real prison bars. واقعاً زمین سنگی سختی بود با همینجور مثل یک سلولی که شما می‌بینید در زندان که میله‌های آهنی داره بار. Isaiah 24:22. و همینطور در اشعیا 24:22 می‌فرماید. And they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit. همون جوری که زندانی‌ها رو جمع می‌کنن در جهنم، همینطور در اون چاه عمیق مثل یک زندانی جمع خواهند شد. And shall be shut up in the prison. و اونجا برای همیشه خواهند بود. Proverbs 7:27. و همینطور امثال 7:27 می‌فرماید. Mentions going down to hell to the chambers of death. جاهایی که میرن، وقتی مردم میرن تو جهنم، مثل اتاق‌های مرگ میمونه، زندان‌های مرگ میمونه. The word chambers means inner rooms. Chamber یعنی اون اتاق، در واقع همین معنی یک اتاقی رو میده داخل یک جایی که شما باشین. And Job 17:16. و همینطور ایوب 17:16 says they shall go down to the bars of the pit. و میگه که میریم تو همون زندان‌هایی که میله‌های زندان رو شما میتونید برید ببینید در ته اون چاه. So there's actual prison cells in hell. دقیقاً سلول‌های زندان در داخل جهنم وجود داره. Like a dungeon, smoke-filled. یک سیاه چالی که پر از دودای سیاه باشه. I had no idea how I got there or why I was there. من نمیدونستم مثلا اینجا چه کار میکنم، واسه چی اومدم اینجا. Nothing was explained until the way back. من هیچ چیز رو متوجه نبودم تا زمانی که برگشتم. And I was lying down on the floor and I noticed I had no physical strength in my body. و هم وقتی که من افتادم روی این زمین سنگی سخت داغ، هیچ گونه قوت جسمانی در بدنم دیگه نبود. But Isaiah 14:9-10 اشعیا فصل 14 says hell from beneath is moved to meet thee at thy coming. اشعیا 14:9-10 Hell from beneath is moved to meet thee at thy coming. میگه زمانی که شما میرین در جهنم، انگار زمین داره تکون میخوره که اونجا شما رو ملاقات بکنه. They will say, art thou become weak as we? میگه آیا شما همون ضعیف هستید مثل ما؟ یعنی قوت جسمانی نخواهد بود. Weakness, physical weakness. پس بنابراین وقتی که اونجا هستید احساس میکنید ضعیفترین آدم ها هست، یعنی هیچ قوه جسمانی تو بدن شما نخواهد بود. Psalms 88:4 says. و همینطور مزمور 88:4 میفرماید. I am counted with them that go down into the pit. من شمردم تا زمانی که رسیدم به ته اون چاه. I am as a man that has no strength. مثل کسی هستم که اصلاً قوه جسمانی ندارم، ضعیف هستم. So you have no physical strength in hell. پس شما هیچ نیرو و قوه جسمانی در بدنتون نخواهید داشت. Any وقتی که رفتید در جهنم. Any kind of movement takes tremendous effort. بخواین یه ذره حرکت بکنین، یک عالمه باید سختی بکشید که یه ذره حرکت بتونین خودتون تکون بدید. But see, strength comes from the Lord. ولی میدونید که قوت ما از کجا میاد؟ از خداوند قوت ما. And Acts 17:28 says. Acts 17:28. و همینطور اعمال رسولان فصل 17. In him we live and move and have our being. در عیسی مسیح، در خداوند هست که ما ایمان داریم، سخن میگوییم و حرکت میکنیم. آمین. آمین. Hallelujah.
So one of the things you endure in hell for all eternity is you have no physical strength in your body. پس وقتی که برای ابدیت تا ابد الابد کسی در جهنم خواهد بود به هیچ وجه you can't defend yourself against these demons that want to torment you. هیچ قوتی ندارید و نمیتونید از خودتون راجع دفاع کنین وقتی اون ارواح شریر و تاریکی میان به شما حمله بکنن. I looked up off the ground and I looked and I saw these demons in this prison cell. من از روی زمین سخت داغ اون سلول به قول خودمون انفرادی که بلند شدم دور و برم فقط ارواح شریر و دیوها رو می‌دیدم. They were pacing like a vicious caged animal. و مثل حیوانای وحشی که تو قفس انداخته باشین حرکت می‌کردن. They had a vicious ferocious demeanor about them. و همینطور اینقدر مکروه بودن و اینقدر وحشتناک بودن وقتی شما اونا رو نگاه می‌کردید. And these demons were blaspheming and cursing God. و اونا خداوند رو داشتن فقط لعنت می‌کردن و لعنت می‌فرستادن. But we know blasphemy comes from the demonic realm. ولی می‌دونین که وقتی لعنت می‌فرستین فقط از طریق بود شیطانی هست. Revelation 13:6 explains that. همونجور که مکاشفه 13 آیه 6 می‌فرماید. They directed that hatred they had for God, they directed it towards me. و اون تنفری که از خداوند داشتن این ارواح پلید به طرف من اینو ابراز می‌کردن. I wondered why would I have done to them? I've done nothing. من که هیچ کاری به اونا نداشتم، هیچ کاری به اونا نکرده بودم. The one demon picked me up, threw me into the wall. و یکی از اون دیوهای پلید منو گرفت و پرتم کرد به طرف دیوار. Demons have tremendous strength. می‌دونین که روح‌های پلید خیلی قدرت دارن، فیزیکی خیلی قدرت دارن. I hit the wall and I felt like bones had broke. و آنچنان منو زد به دیوار که فکر کردم که استخونام شکست. I know a spirit doesn't have bones, but it felt like it. استخوان نداره اما شما احساس می‌کنید مثل اینکه استخوناتون خرد شده. Most of the pain was blocked. God blocked most of it, but he did allow me to feel a small amount so I could relate to the people that it's not a state of the mind. میدونین خداوند اجازه نداد بلوکه کرد اون دردا رو خیلی عاشو فقط اجازه داد من یه ذره رنج بکشم که بتونم اینو بیام به مردم ابراز کنم که چه دردیه. This other demon picked me up and dug its claws into my chest. و روح پلید دیگر اومد و قفسه سینه منو اصلا درید. And just tore the flesh. و گوشتای بدن منو پاره میکرد. یعنی در واقع میگه روح هست ولی اونجا به نظر میاد که شما گوشت بدنی دارین همه رو احساس میکنید. It perhaps wasn't flesh, but it felt like flesh. Yes, I just yeah. Okay. میگه چیز نیست گوشت و خون نیست ولی شما احساس میکنید انگار گوشت بدنتون رو تیکه تیکه کردن. See Matthew 10:28. همینطور که متا 10:28 می‌فرماید says fear him who was able to destroy both soul and body in hell. از آنی بترسید که میتونه شما رو هلاک بکنه، جسم شما رو، روح شما و جسم شما رو از بین ببره. Remember Luke 16, the rich man, he wanted a drop of water to cool his tongue. لوقا 16 یادتونه که مرد ثروتمند فقط می‌خواست یه جرعه آب داشته باشه. He had eyes, he had a mouth to speak, he had a tongue. پس هم چشم داشت، هم زبون داشت، هم دهن داشت، میتونست حرف بزنه، میتونست حس بکنه. So you have a body in hell and پس شما یه جسمی دارید در جهنم. Right, somehow it withstands these torments. و میتونه که این شکنجه‌ها رو حس بکنه بدن شما. I noticed there was no blood or water coming from the wound. از زخمای من نه آبی خارج میشد نه خونی میامد بیرون. But Leviticus 17:11 چون لاویان 17 میفرماید the life of the flesh is in the blood. چون که جان جسد در خون است. The life of the flesh is in the blood. Well, there's no life in hell, so there's no blood. پس چون هیچ حیاتی در جهنم نیست، پس بنابراین حیاتی نیست دیگه. اونجا خون نیست. And there's no water. Zechariah 9:11. و همینطور زکریا 9 آیه 11 میفرماید says thy prisoners out of the pit where there is no water. میگه شما اسیرایی هستین، اسیرای اون کسانی که در اونجا هستن که اصلاً آبی وجود نداره در اونجا. And these demons have no mercy over you whatsoever. و ارواح پلیدی که در اونجا بودن هیچ گونه رحمی، هیچ گونه ترحمی بر ما نداشتن، بر من نداشتن. But see Psalms 103:17. و همینطور که مزمور 103:17 می‌فرماید. As the mercy of the Lord is upon those that fear him. چون رحم خدا بر ترسندگان اوست. They don't fear him in hell. پس بنابراین اونا اصلا ترسی ندارن از خداوند در جهنم. So you don't derive that benefit. پس بنابراین فکر نکنید حالا اوه پس اونا به ما رحم می‌خوان داشت. نه.
هیچ سودی و آیدی نصیب ما نخواهد شد. About this time it went dark. یه دفعه دیدم همه چی تاریک تاریک شد. I believed it was God's presence illuminated so I could see. و فکر میکنم اون حضور خداوند با من بود که یه مقدار به من نور داد که ببینم اینجا داره چی میگذره دور و برم چه خبره. But then God withdrew his light. اما یهویی خداوند اون نور خودش رو از من پنهان کرد. So it became pitch black darkness. سیاه سیاه بود. فقط میخواست که من این تجربه رو داشته باشم که بتونم به بقیه بگم. پس سیاه و تاریک بود اونجا. Lamentations 3:6. و همونطور که مراسم ارمیا میفرماید. He has set me in dark places as they that be dead of old. همون جوری که منو در جاهای تاریک قرار داده. It is so dark in hell you cannot see the hand in front of your face. مراسم ارمیا 3:6 بود. انقدر تاریکه که شما نمیتونین چیزی رو ببینین. It wasn't just dark, you could actually feel the darkness. نه فقط انقدر تاریک و سیاهه، بلکه شما میتونین همون تاریکی و وحشت رو احساس بکنید. Exodus 10:21. خروج Exodus 10:21 mentions a darkness that may be felt. میگه تاریکی که شما میتونین احساس بکنید. I was taken out of this prison cell and placed over next to this large raging pit of fire. پس من از اون سلول زندانی اومدم بیرون، یک دفعه دیدم وای فقط شعله های آتش دارم. This pit was about a mile across. شاید حدود یک مایل بود این چاهی که من می‌دیدم که راز آتش بود. With flames raging high up into this open cavern. و مثل این بود که سر چاه باز باشه، فقط شعله های آتش وحشتناک زبونه می‌کشید. And it was not metaphorical, it was real literal fire. واقعاً نه اینکه چیز تصویری بود، من می‌دیدم واقعاً آتش واقعی بود. Psalms 11:6 says مزمور 11:6 می‌فرماید Upon the wicked he will rain fire and brimstone and a horrible tempest. گوگرد و آتش می‌ریزه بر روی سر بدکاران. Matthew 13:49 و همینطور متی 13:49 می‌فرماید The angels shall sever the wicked from the just and cast the wicked into a furnace of fire. و فرشته‌ها اون افراد بدکار و شریر رو می‌اندازن در این جاهایی که پر از آتش و گوگرد هست. And this is where I could first see people inside this من اولین تجربه‌ای که داشتم که مردم ببینم اونجا بود که مردم داشتن عذاب می‌کشیدن در این شعله‌های آتش و داشتن می‌سوختن. There were thousands of people inside this pit. هزاران هزار نفر در این مثل کوره آتش سوزی بود که در واقع در اون چاه جهنم من دیدم. هزاران هزار نفر. Flesh was hanging off their bones. و انگار گوشت و بدنشون آویزون بود از استخون‌هاشون. The people looked like skeletons. و مردم شبیه اسکلت بودن فقط. Thousands of people. هزاران هزار نفر. Screaming so loud. و انگار جیغ و فریاد می‌کشیدن از ته دلشون فقط جیغ می‌کشیدن. You want to get away from the screams. چون انگار وحشتناک بود این صداهای وحشتناکی که می‌شنیدم، فقط می‌خواستم برم یه گوشه‌ای فقط گوشامو بگیرم که صدای وحشتناک جیغای وحشتناک اونا رو من نشنوم. But you have to endure that for all eternity. The loud. ولی فکر بکنین شما کسی که میره در اونجا تمام ابدیت باید این صداها رو بشنوه. Isaiah 57:21 و همینطور که اشعیا 57:21 می‌فرماید There is no peace saith my God to the wicked. برای بدکاران و شریران هیچ گونه آرامش و آسایشی وجود نداره. But see, peace and quiet comes from God. ولی می‌دونین که آرامش فقط و فقط اون چیزی که در سکوت خداوند باشه فقط از خداوند میاد. Isaiah 32:18 و اشعیا 32:18 says that my people dwell in a quiet resting place. مردم من در جایی که آرامی و آرامش هست استراحت خواهند کرد. So you don't get to enjoy quiet in hell. پس هیچ چیز آرامی بخواین یه جایی برای خودتون توی جهنم آرامی داشته باشین وجود نداره. I understood I was down deep in the earth. من میدونم که در ته انگار زمین بودم، کره زمین. I descended to get there. I ascended when I left. چون من افتادم و بعد وقتی خواستم برگردم بلند شدم از اونجا. But more importantly, there's 49 scriptures that talk about where the current hell is located. 49 آیه در کتاب مقدس وجود داره که داره صحبت میکنه دقیقاً جهنم کجا واقع شده. I'll just give you two addresses. دو تا از آیات رو برای شما میگم. Ezekiel 26:20. حزقیال 26:20 and number 16:32 اعداد number 16:32 16 آیه 32 it shows it's very clear down deep in the earth خیلی قشنگ داره میگه که چقدر اون ته واقع شده
I understood there were different levels of torment and degrees of punishment. من متوجه شدم که لول‌های متعددی بود برای عذاب دائم. There are some worse levels. قسمت‌هایی هست که خیلی بدتر از جاهای دیگری هست در خود جهنم. Matthew 23:14. به خاطر اینکه متی 23:14 می‌فرماید. Jesus said, "You shall receive the greater damnation." میگه که عیسی مسیح می‌فرماید که عذاب بدتری را خواهید کشید. Inferring there's a lesser damnation. به خاطر اینکه یه جاهایی هم هست که یکم که میگه در به قول معروف تا ابدیت اون لعنت رو اون شخص دریافت خواهد کرد. پس لول‌های متعددی وجود داره در جهنم. Hebrews 10:28. و عبرانیان 10:28. Of how much worse of a punishment suppose it shall be for you. داره در رابطه با بدکاران و شریران میگه که چقدر بدتر اون عذاب خواهد بود. There is a worse punishment. پس یه چیز بدتر از بد معمولی خودمون اونجا خواهد بود. But my point is there is no tolerable comfortable level. They're all horrendous. میخوام اینو به شما عزیزان بگم که فکر نکنید یه جای مثلا توی جهنم بگیم حالا یه جاش مثلا نسبت به بقیه آرامش بهتری داره، میتونم یکم استراحت کنم. هر لولی باشه بد و بدتر و بدترین، همه هیچ جا درش آرامش نخواهد بود و عذاب دائمی خواهد بود. میخواستم با یه نفر صحبت کنم چون تنها بودم، ولی همش اون احساس منزوی بودن بر من میومد. هیچ وقت نمیتونید با کس دیگه ای صحبت بکنید در جهنم. Even though I saw all these thousands of people in the pit, they're all kept at a distance from each other. با اینکه هزاران نفر رو میدیدم که داشتن در اون چاه و سیاه چال آتش میسوختن، ولی خیلی با هم فاصله داشتن و نمیتونستن با هم هیچ ارتباطی برقرار کنن. So you're just isolated by yourself. شما منزوی خواهید بود با خودتون، تک و تنها. And burning. و میسوزید. I wanted to talk to my wife and let her know where I was at. میخواستم با خانمم صحبت کنم، بهش بگم من کجا هستم. But I understood I'll never get that opportunity. ولی متوجه شدم که هیچ وقت این موقعیت رو دیگه نخواهم داشت. I understood I'll never get out of this place. و متوجه شدم که دیگه هیچ وقت از جهنم خارج نخواهم شد. Job 7:9 says. و ایوب فصل 7 آیه 9 میفرماید. He that goes down to Sheol shall come up no more. وقتی که در شیلوت اون شخص بره، در اون ته بره، هیچ وقت دیگه بر نخواهد گشت. But you have that understanding that you'll never get out. شما این متوجه خواهید بود در اونجا که در شئول دیگه بر نخواهید گشت، از اون قسمت ته جهنم دیگه. وقتی کسی رفت خودش متوجه میشه که دیگه هیچ برگشتی نخواهد بود. The stench in hell is so putrid, the odors, disgusting foul odors. انقدر بوی بدی هست، مشمئز کننده است که شما نمیتونید اون بوها رو تحمل کنید. Remember Jesus rebuked the foul spirits, Mark 9:25. همونجور که در مرقس 9:25 عیسی مسیح نهیب زد اون روحایی که بدبو هم بودن. Demons have a foul, disgusting odor to them. به خاطر اینکه ارواح پلید بوای خیلی مشمئز کننده و وحشتناکی دارن. Also you're breathing in the smell the sulfur. و شما سولفر، فقط همین سولفر و گوگرد رو میتونین بوش رو متوجه بشین. And if you go to Hawaii to the volcano, اگر رفته باشین به هاوایی قسمت آتش فشان ها، they have signs posted where you cannot go past a certain point because the toxicity of the sulfur coming up will kill you if you breathe it. یه تابلوهایی زدن گفتن مواظب باشید از این منطقه بالاتر نمیتونید برید به خاطر اینکه سمی که از اون بوها هست میتونه کشنده باشه و شما رو از بین ببره. Sulfur is just another word for brimstone. و همون آتشی که میگه میریزه، کلمه بعدیش هم همون گوگرده که داره به کار میبره. And the word brimstone is all through the Bible. و همینو شما میتونید تو تمام کتاب مقدس ببینید. So you're breathing in this toxic air. This toxic air that will kill you. و خود این سمه خود شما رو میکشه. So you don't want to breathe it. شما نمیخواین تنفس کنین این رو. But it's even worse than that. There's not enough air to even breathe. ولی مسئله اینجاست که اصلا هوای کافی، اکسیژن نیست که بخواین شما تنفس کنین. You have to fight and gasp for even the tiniest bit of air in hell. شما باید بجنگید برای یه ذره هوایی که فکر میکنین هست. من این مثال حالا برای عزیزان میزنم، مثلا کسی که استما داره. Yes, right, really. That was as much air as you could get. همین قدر هوا رو شاید بتونید تنفس بکنید، همین قدر رو. Maybe only an asthma patient can relate to that. Yes. فقط شاید یه نفر که آسم داره، بیماری آسم داره، بتونه متوجه بشه من دقیقاً چی میگم.
It's a feeling of you're being for all eternity. مثل احساسی میمونه مثل اینکه دارین خفه میشین اونجا. But see Isaiah 42:5. و اشعیا 42 آیه 5 میفرماید. Says the Lord gives breath to the people upon the earth. میگه خداوند هست که نفس میده به کسانی که بالای زمین هستند. You're not upon the earth, you're down deep beneath the earth. شما دیگه بالا نیستید، کسی که تو جهنم زیر زمینه. God is very specific with his word. خداوند خیلی دقیق جزئیات، خدای ما خدای جزئیات با کلامی که داره میگه. You need to sleep in hell, just like here we need sleep. شما میخواین بخوابین، احساس میکنین که احتیاج دارید بخوابید. مثل الان رو زمین هم که میخواین برین بخوابین. I was only there 23 minutes, but I felt like I was there 23 weeks. من 23 دقیقه بودم در جهنم، ولی احساس کردم مثل اینکه 23 هفته است در اونجا بودم. Completely physically exhausted. تمام جسم من خسته بود. You want to go to sleep, but you can never go to sleep. خسته اینا ولی نمیتونید بخوابید. If you stayed up for two nights now, if you stay up for two nights and don't go to sleep, دو شب باشه شما الان اینجا نخوابیم تو همین زمینی که داریم زندگی میکنیم. دو شب بیخوابی بکشید ببینید چقدر حالتون بد میشه. نمیتونید اصلا کاری انجام بدید بعد از دو شب بیخوابی. And hell you need to sleep, but you don't ever get to go to sleep. اما در جهنم میخوایم بخوابین و نمیتونید. But see Revelation 14:10. همینجور که مکاشفه 14:10 میفرماید says and the smoke of their torment ascends up forever and ever. این دودهای عذاب آور برای همیشه و برای همیشه آنجا خواهد بود. And they shall have no rest day nor night. هیچ وقت استراحت در آنجا نخواهد بود، نه روز نه شب. But see also Isaiah 57:20. همینطور اشعیا 57:20 says the wicked are like the troubled sea that cannot rest. بدکاران و شریران اونجا هیچ وقت استراحت نخواهند داشت. You know, the sea is always moving. It can't rest. مثل دریای پرتلاطم که فضولات خودش رو فضولاتو میاره، در این آیه میفرماید همین جور هم هست که اونجا هیچ استراحتی نخواهید داشت، مثل شخصی که پرتلاطم. But see, rest is a blessing from God. به خاطر اینکه استراحت که داریم یک برکتی از طرف خداوند که ما داریم. Psalms 127:2. به خاطر اینکه مزمور 127:2 میفرماید. The Lord gives His beloved sleep. خدا و به محبوبان خود خواب خوش میبخشد. You're not His beloved there. اونجا که دیگه محبوب خداوند نیستیم، پس نمیتونید اونجا خواب خوش داشته باشید. I was standing next to this big pit of fire, and demons were shoving people back in this pit. و من ایستاده بودم نزدیک این چاه عمیق جهنم و دیدم که ارواح پلید مردم رو هول میدادن تو این چاه آتش. And people were burning inside. و مردم میسوختن در ته این چاه میسوختن در ته این سیاچاه. And I was standing beneath this tunnel, like cavern walls all around me. و من اون پایین ایستاده بودم اون پشت و مثل یک دیواری بود که جلوی من قرار داشت. I could only see through the flames and along the edges. من فقط از طریق کناره میتونستم ببینم و از طریق و فقط تو شعله ها میتونستم ببینم. It's so dark in hell, the light does not travel from the flames. به خاطر اینکه انقدر در جهنم تاریکه که اون نوری که ما توی آتش معمولی میبینیم منتقل نمیشه به جایی که ما هستیم. پس تاریکی میمونه. It just consumes the light. You can only see through it. انقدری هست که فقط انقدر، یعنی زیاده تر از اون یه ذره نور خود آتیش، انقدر تاریکه شاید یه ذره شما بتونین ببینین. And along the edges I could see snakes. و در اون کنار من میتونستم مار ببینم. Crawling all over everything and everybody. روی بدن افراد و روی اطراف راه میرفتن. And I noticed I was standing on a solid bed of maggots. Everywhere maggots. با اینکه من تو برنامه خودم ترجمه کردم، ولی هر وقت یادم میفته روی تخت پر از کرم. Remember Jesus said where their worm dies not. جایی که عیسی مسیح میگه کرم ها نخواهند مرد. And he used the word maggot. همونجاست که این کلمه رو به کار میبره. And Isaiah 14:11 says. همینطور اشعیا 14:11 میفرماید. Where the maggot will be spread under thee and the worm will cover thee. همون جایی که این حیوانات هم پشت شما رو خواهند پوشید، هم کرمان روی شما رو خواهند گرفت. You look it up in the original, it's the word maggot. و همون کلمه رو در همونجا که نگاه بکنید همون کلمه کرم هست. And I never knew this, but if a dead animal's being eaten by maggots. اگه که من نمیدونستم، ولی اگر یک حیوانی که فوت مرده جسدش رو به وسیله اون کرمها و اون چیزها خورده بشه، When the maggots consume the flesh, they die right after they consumed all the flesh. Yes. اون مگس‌ها و اون چیزها
I thought you have another one. خودشون اگر از اون گوشت مرده خورده باشن خودشون بلافاصله میمیرن. اون مگس‌ها و کرما و هر چیزی که اونو دارن میخورن که از بینش ببرن. But that's why Jesus said where their worm does not die. برای همین عیسی مسیح میگه که جایی خواهد بود با این که دارن از گوشت مرده به قول خودمون میخورن ولی هیچ وقت نمیمیرن اونها. And Job 24:20 says و همینطور ایوب 24:20 میفرماید where the maggot will feed sweetly on thee. به قول معروف انقدر خوشگل دارن از بدن اون افراد میخورن. پس در بود طبیعی بلافاصله بخورن خودشون خواهند مرد، ولی در بود مافوق طبیعی در اون زیر اصلا نمیتونن از دست بدن، به خاطر اینکه اونجا گفته طبق کلام خداوند که اونجا همیشه زنده خواهند بود. And one last thing about the fear in hell. و میخوام در رابطه با این مسئله صحبت کنم، مسئله ترس در جهنم. Is beyond anything you can imagine. اصلا نمیتونیم با فکر معمولی بخوایم تصورش رو بکنیم. I'm just going to share with you a quick story so you can understand the fear level that you experience in hell. من میخوام که فقط یه داستان کوتاهی رو برای شما بگم که میزان اون ترسی که شما خواهید داشت در جهنم شما پی ببرید. I used to surf when I was a teenager. من سرفینگ می‌کردم روی تو دریا وقتی که تینیجر بودم. I was attacked by a 10-foot tiger shark. یه کوسه 10 فیتی به من حمله کرد. He bit my board in half and grabbed my leg and pulled me down under the water. اون سرفینگ بوردی که من داشتم چیکار کرد؟ یه تیکش خورد، پای منم گاز گرفت. Now you can imagine the fear that I felt at that moment. می‌تونید متوجه بشید من چقدر ترسیده بودم اون لحظه؟ That fear that I felt then paled in comparison to what you feel in hell. اصلا به اون ترسی که تو اون لحظه که کوسه به من حمله کرد غیر قابل مقایسه است. هیچی نیست در مقابل ترسی که من در جهنم احساس کردم و تجربه کردم. Because you understand there's no one going to come help you or rescue you. میدونید که در اونجا هیچ کسی نیست که بخواد به ما کمک بکنه. هیچ کسی نیست که بخواد به شما بیاد و نجاتتون بده. And for all eternity you have to endure the burning, the darkness, the loneliness. تا ابدالآباد اون تاریکی مطلق، اون نگرانی، اون ترس رو باید حمل بکنه شخص. You're hungry, you never get to eat in hell. گشنه‌تون میشه ولی نمیتونید غذا بخورید. نمیتونید غذا بخورید، غذایی نیست. You never get to drink. Remember the rich man wanted one drop of water. اون مرد ثروتمند در کتاب لوقا، انجیل لوقا، یه قطره آب می‌خواست ولی هیچ وقت حتی یه قطره آبم نتونست بخوره. تشنتون میشه. Give you one drop of water, that wouldn't suffice, would it? اگه من فقط به شما الان تشنتون باشه یه قطره آب بدم آیا براتون کافی خواهد بود؟ نه. You wouldn't value it. اصلا براش ارزش قائل نیستیم برای اون یه قطره آب. But in hell you would. ولی در جهنم برای همون یه قطره آب ارزش قائل خواهید شد. You would do anything for one drop. هر کاری به هر کاری دست خواهید زد در جهنم که یه قطره آب به این زبان خشک برسه، به این دهن خشک برسه. And just think that rich man wanted a drop 2000 years ago that he's still longing for. و یادتون هست که اون مرد ثروتمند 2000 سال قبل این داستان برای ما بازگو شده، هنوز داره دنبال اون یه قطره آب، در جستجوی یه قطره آب هست. As I was looking at all this horror, پس وقتی من تمام این چیزای وحشتناک رو دور و برم می‌دیدم، Something began raising me up this tunnel. احساس کردم یه چیزی داره منو از ته تونل، از اون ته سیاه‌چال داره منو میاره بالا. It was the Lord, but I didn't realize it yet. خداوند بود ولی من اون موقع متوجه نمی‌شدم. But then suddenly, و یک ناگهان this bright light appeared. یه دفعه یک نور عظیمی بر من ظاهر شد. It was like no light I have ever seen. من هیچ وقت تا به امروز یک همچین نوری ندیده بودم. A درخشان. Pure holy light. پاک و مقدس این And نور. And I knew immediately who it was. من بلافاصله مطمئن بودم همون لحظه که اون نور دیدم اون نور کی است. I just called out his name. I said, "Jesus." یه دفعه صدا کردم عیسی. And he said, I am. گفت من هستم. هللویا. جلال بر نام عیسی مسیح. I collapsed at his feet. I don't know if I died. من
که من روی پاهای عیسی مسیح افتادم، نمیدونم اصلا مردم جونم اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. I can only explain it through Revelation 1:16. و ما فقط از طریق مکاشفه فصل 16 میتونم توضیح بدم. John when he saw Jesus he said his countenance was bright as the sun. وقتی یوحنا مسیح رو دید در اون رویا گفت واو مثل خورشیدی که داره میدرخشه. And he said I fell at his feet as one dead. افتادم مانند مرده در کف پاهای در پاهای مسیح مانند یک مرده افتادم. Well, after time he touched me and I came to. و بعد منو لمس کرد. And when I came to it hit me so strongly. و آنچنان ضربه‌ای به من زد. That because he went to the cross. و مثلا میخوام آنچنان برای من یه دفعه این مکاشفه شد که به خاطر اینکه مسیح به خاطر من رفته روی صلیب. Then I didn't have to go to that horrible place. من مجبور نیستم که برم تو اون جای وحشتناک به نام جهنم. هللویا. I was so grateful for the cross. من نمیتونم بهتون بگم که چقدر تشکر میکردم و خوشحال بودم برای صلیب عیسی مسیح. I didn't want to ask him any questions. I just wanted to worship him. من اصلا نمیخواستم هیچ سوالی از عیسی مسیح بکنم. فقط میخواستم پرستشش کنم. You just want to say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But after time, thoughts started coming to my mind. یه دفعه بعد از چند لحظه یه دفعه افکار آمد به فکرم خطور کرد. I didn't want to ask him any questions. هیچ سوالی ازش نمیخواستم بکنم. But he would answer my thoughts. ولی انگار جواب افکار منو میداد. And I had 8 different thoughts. من 8 تا فکر متفاوت اومده بود به ذهنم. I'm just going to share 3 of them with you. سه تاشو به شما میگم. For time's sake. به خاطر اینکه وقت نداریم. I thought, Lord. پیش خودم فکر کردم. Why did those demons hate me so much? گفتم خداوند عیسی چرا اینقدر این ارواح پلید از من متنفر بودن؟ He said because you're made in my image and they hate me. گفت به خاطر اینکه در به شباهت من ساخته شدی و اونا از من متنفر هستن. John 15:18 says Jesus said they hated me before they hated you. عیسی مسیح گفت از شما متنفرم به خاطر اینکه از من متنفر هستن. So demons have an extreme hatred for mankind. برای همینه که ارواح پلید متنفرن، تنفر بسیار شدیدی دارن نسبت به انسان‌ها، از انسان‌ها به طور شدیدی متنفرن. That's why Jesus said in John 10:10 the thief comes to kill, steal and destroy. برای همین عیسی مسیح در یوحنا 10:10 می‌فرماید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10، که شیطان میاد که بدزده بکشه و نابود کنه. But he said, I have come that you might have life and have it more abundantly. اما من اومدم که به شما حیات ببخشم و آن را هم به طور وافر ببخشم. We serve a good God. Good God. می‌دونید که ما چه خدای عظیمی داریم، خدای عالی و خوب و نیکویی داریم. I said, Lord, I don't want to tell anybody about this experience. گفتم به عیسی مسیح من نمی‌خوام راجع به این رویایی که داشتم و این تجربه با هیچ کسی صحبت کنم و در میون بذارم این مسئله رو. They're going to think I'm crazy. چون فکر می‌کنم من دیوونه‌ام، دیوونه شدم. He said it's not your job to convict their hearts. گفت کار تو نیست که بخوای مردم رو متقاعد بکنی و قلباشون ملزم بشه. He said it's the Holy Spirit. این کار روح القدسه. He said you just go and tell them. گفت فقط برو و با مردم در میون بذارین اتفاقی که افتاده. But I complained to the Lord for 7 years. 7 سال من داشتم شکایت می‌کردم با خدا. Because I felt uncomfortable sharing this. چون من اصلا آدمی نیستم که بخوام حالا بیام در میون بذارم و بخوام این مسئله رو با دیگران در میون بذارم. 7 سال جنگیدم با این مسئله. But the Lord said to me one day. یه روز خداوند به من گفت. He said, Bill, it's not about you being comfortable. این در بیل این راجب تو نیست که احساس آرامش و راحتی بکنی. He said, it's about you being obedient. ولی این مسئله راجب اینه که تو چقدر اطاعت کلام منو بکنی. So God's given us all something to do. بس خداوند از تک تک من و شما خواسته، چیزی رو خواسته که ما باید انجام بدیم و اطاعتش بکنیم. And nobody is more important than anybody else. هیچ کس هم از کس دیگه مهمتر نیست. We all have something God's told us to do. خداوند به تک تک ما چیزی رو خواسته که ما باید انجام بدیم. So whatever he's told you to do, do it with all your heart. هر چیزی که خداوند از شما خواسته انجام بدید با تمام دل و جان و قلبتون برای او انجام بدید. I said, Lord, why didn't I know you? See, I didn't explain to them that God blocked it from my mind that I was a Christian. He hid that fact from me. و یک چیزی رو خداوند از من پنهان کرد در زمانی که من در جهنم بودم، در رابطه با این حقیقت که من یک ایماندار به عیسی مسیح هستم. پس سومین چیزی که به فکرش رسید اونجا وقتی با مسیح ملاقات کرد، گفتش که چرا تو رو نمیشناختم. There's many scriptures where God can hide something from your mind.
روایات مختلف وجود داره که کتاب مقدس که میتونه خداوند چیزایی رو از فکر شما چیکار کنه پنهان بکنه. Like Luke 24:16. مثلا لوقا 24:16. When Jesus appeared to the disciples on the road to Emmaus. وقتی که خداوند خودش رو ظاهر کرد به شاگردانش. It says their eyes were holden that they should not know him. مثل این بود که نامرئی شده، یعنی میدیدنش ولی نمیشناختنش. چشاشون طوری خداوند عمل کرد که نمیتونستن مسیح رو بشناسن. God kept them from understanding it was him. خداوند در واقع اجازه نداد اونا متوجه بشن که اون خداوند. So he hid the fact from my mind for this reason. برای این مسئله فکر منو در واقع بلوکه کرد که من متوجه نشم اون موقع که من مسیح رو میشناختم. You see, if I was there as a Christian, which I was, but I didn't realize. من اگه قرار بود که اونجا باشم به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح که بودم، ولی اونجا من I would have known. Praise God, he's going to get me out of here. میگفتم, I would have known. به به خداوند میاد منو نجات میده از اون جهنم. ولی خداوند اجازه نداد اون موقع من حس کنم که یک ایماندار به عیسی مسیح هستم. اینو درک نمیکردم اونجا. فکر کرده بود به عنوان یک غیر ایماندار وارد جهنم شده. But he wanted me to feel what they feel. ولی خداوند میخواست که من بفهمم و احساس کنم اون عذاب دائمی که شخصی که میره تو جهنم چجوری خواهد بود، اونو من با تمام دل و جانم احساس کنم. The hopelessness. و اون ناامیدی کامل، هیچ چیزی نیست که بهش امید داشته باشی اونجا. See, Isaiah 38:18. همونجور که اشعیا 38:18 میفرماید. Says those that go down to the pit. اونایی که در جهنم برن، در داخل اون سیاه چال برن. Cannot hope for thy truth. هیچ امیدی به حقیقت خداوند نخواهند داشت. هیچ امیدی نخواهند داشت. They have no hope for him because it's too late. به خاطر اینکه نمیتونن، دیگه وقتی نیست، دیگه خیلی دیر شده که بخوان امید داشته باشن این دفعه خداوند بخواد بیاد اونا رو دوباره نجات بده. See, and none of us in life really know what it's like to be hopeless. میدونین هیچ وقت هیچ کدوم از ماها اونچنان تجربه نکردیم که اصلا تمام امیدمون رو از دست داده باشیم و ناامید شده باشیم. Because even if you're in dire pain, you can die to get out of the pain. ولی وقتی که مثلا شما در نهایت درد باشید و بخواید فوت کنید، میگید خب من میمیرم و از این درد رهایی پیدا میکنم. خلاصی پیدا میکنم. Understand in hell you know you'll never get out of the pain. ولی در جهنم متوجه باشید هیچ وقت راه خروجی وجود نداره. تا ابدالآباد در آن مکان خواهید بود. I really want this point to sink into you to understand. میخوام اینو متوجه بشید که کاملا جا بیفته برای تک تک شما عزیزان که هیچ امیدی در آنجا ما نخواهیم داشت. See, one second after somebody dies, it's too late. یک ثانیه بعد از اینکه شخصی فوت کنه دیگه خیلی دیره. They'll never get out of hell. Can you imagine for all eternity? میتونید تصور کنید عزیزان که هیچ وقت از جهنم اون افراد رهایی پیدا نخواهند کرد، تا ابدالآباد در اونجا خواهند بود. That's why this decision is so important. برای همین این تصمیم خیلی مهمه، این تصمیمی که بخوایم بگیریم. You have to know that your name is written in God's book. شما باید مطمئن باشین که اسمتون در دفتر کتاب حیات خداوند نوشته شده. And you can have that assurance today. و میتونین این اطمینان رو امروز همین الان داشته باشید. You know, many people think that being good gets you into heaven. خیلی مردم فکر میکنن اگر آدمای خوبی باشن میرن بهشت. But they don't understand that God's standard of good and ours are two different things. ولی متوجه باشین که معیار خوب بودن و خوبی کردن خداوند، استانداردی که خداوند داره با معیار زمینی ما و انسانی ما بسیار متفاوت هست. James 2:17 says if you offend his law in one point یهود 2:17 میفرماید یکی از قوانین خدا رو شما نسخ کنین و اطاعت نکنین، مثل اینکه همه رو. If we lie once or steal one thing or have one lustful thought, that would exclude us from heaven. یه چیزی رو بدزدید یا فقط یه فکر شهوت‌آلود زده باشه به سرتون، دیگه نمیتونید وارد آسمان، وارد بهشت بشید. There's even a scripture in Proverbs 24:20 that says even the thought of foolishness is a sin. میگه حتی در امثال 24:20 میفرماید که حتی افکار بیهوده هم One foolish thought would keep us out of heaven. یه فکر بیهوده‌ای که حتی ما انجام بدیم میگه ما رو از آسمان دور نگه خواهد داشت. Thank God it's not based on being good. ولی خدا رو شکر که نجات ما بر اساس کارهای خوب ما و خوب بودن ما نیست. It's based on a relationship with Jesus Christ. فقط و فقط به خاطر ارتباط و رابطه‌ای که ما
از طریق عیسی مسیح به آسمان برقرار کردیم عزیزان، به خاطر فیض مسیح عزیزان، فقط فیض مسیح. You know, Jesus said in John 14:6 that he was the way, the truth and the life. به خاطر اینکه عیسی مسیح میفرماید در یوحنا که او راه و راستی و حیات است. No man comes unto the Father but by him. هیچ کس نزد پدر نمیاد به جز از طریق عیسی مسیح. If you want to live at his house, you do it his way. آن سکنا بکنین، پس راههای او را باید دنبال بکنید. There is only one way. و فقط یک راه بیشتر وجود نداره. But if you say, Bill, I just don't believe that. I don't believe the Bible. پس اگه بگید نه بابا من همون چیزی هم که مسیح گفته یوحنا 14:6 هم قبول ندارم، فقط میخوام راه خودم رو برم، مهم نیست برام کتاب مقدس چی گفته. Then I have a verse for you. پس من یه آیه برای شما دارم. Revelation 21:8. در مکاشفه 21:8 می‌فرماید. Says all unbelievers shall have their part in the lake of fire. میگه تمام کسانی که ایمان ندارن، نیوردن به کلام من، تجربه خواهند کرد اون دریاچه آتش رو در جهنم. So he just gave a warning, if you don't believe his word you'll end up in the lake of fire. هشدار میده خداوند که اگر کلامش رو باور نکنیم آخر عاقبت ما میفته در همون چشمه آتش. That's why Jesus said Matthew 12:37. در همون متی 12:27 میفرماید. He said your own words will condemn you. همون کلامی که به کار بردید اون همون کلام شما رو محکوم خواهد کرد و به در اون دریاچه آتش خواهید افکنده شد. Because you said I don't believe the Bible. به خاطر اینکه گفتید من به این کتاب مقدس ایمان ندارم و باورش ندارم، همون محکومتون خواهد کرد در اونجا. So then you send yourself to hell. در واقع خودتون هستید که خودتون رو به جهنم میفرستید. By denying Jesus Christ as Lord and Savior in your life. پس الان موقعیت این هست که ما مسیح رو بپذیریم به عنوان خداوند و نجات دهنده. Amen. God makes it clear how to stay out of hell. خداوند برای ما کاملا مشخص کرده از طریق این کلام که چجوری ما جهنم نریم و خودمون رو نجات بدیم از طریق کلامش، از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح. Jesus said in Luke 13:3, unless a man repent, you shall all likewise perish. و کلام خداوند در لوقا 13 می‌فرماید مگر اینکه توبه بکنیم وگرنه همه ما از بین خواهیم رفت. What does repent mean? یعنی چی توبه بکنیم؟ It means to turn away from a sinful lifestyle and follow Jesus. یعنی ما بازگشت کنیم از راه‌های گناه‌آلودی که داریم و بریم به طرف خداوند. You just have to be willing to turn away from sin. اما مثلا اینجاست که شما بخواین که این کار رو انجام بدید. You can't resist sin on your own. به خاطر اینکه نمیتونید در مقابل وسوسه و گناه خودتون با قوت انسانی خودتون بایستید و مقاومت کنید. غیر ممکنه. But when you get born again, God gives you a new nature. He gives us the grace or the ability to stand against the sin. اما وقتی که شما تولد دوباره پیدا میکنید از طریق ایمان به عیسی مسیح، خداوند به شما قوت و قدرت میده به خاطر فیضی که مسیح خودش هست به شما قوت و قوت میده. نمیخواین برین دنبال گناه. In Romans 10:9-10 says. به خاطر همین در رومیان فصل 9 و 10 میفرماید. If we confess with our mouth the Lord Jesus. اگر با زبانمون اقرار کنیم که عیسی خداوند است. And believe in our heart that God's raised him from the dead. و با قلبمون هم ایمان داشته باشیم که خداوند او را از میان مردگان رستاخیز کرد. We shall be saved. ما نجات مسیح رو دریافت خواهیم کرد. ما نجات خواهیم یافت. Because he loves us, he gives us a free will to choose. پس خداوند چون عاشق ماست و ما رو دوست داره حق انتخاب به ما داده که تصمیم بگیریم. You know, and one last thing to share with you. یه چیزی که میخوام در آخر با شما در میون بذارم. God allowed me to feel a piece of his heart. خداوند اجازه داد که من آرامش قلبش رو احساس کنم. When I was next to Jesus. وقتی ایستاده بودم در کنار عیسی مسیح. And we came above the earth's surface. و وقتی که آمدیم از جهنم اومدم بالا، آورد منو بالای زمین. We came out of this whirlwind tunnel. و از مثل یه تونلی بود، تونل تاریکی بود که میچرخید. And people were falling one after another back down into hell. مثل این تونل طوری بود همجور میچرخید. مثل این بود که یک به یک مردم داخل این سیاهچال می افتادن در این تونل سیاه. He let me see these people falling into hell. و خداوند اجازه داد که منو ببینم که مردم یک به یک داخل این سیاهچال می افتادن. And he allowed me to feel just a small piece of his heart. و اجازه داد که من فقط یه ذره از اون آرامش قلبش رو من احساس بکنم. The love and that he has for people. و محبتی که او برای مردم داره. And the anguish he felt for a person going into hell. و ناراحت که میشد که وقتی مردم میرفتند و داخل اون سیاهچال جهنم میافتادند. He wept when he saw people falling into hell. و گریست، میگریست وقتی میدید مردم دارن
داخل جهنم میافتند. He doesn't want to see one person. چون نمیخواد حتی یک نفر وارد جهنم بشه. I couldn't even stand to feel a little bit of the love he has, how much love he has for us. من نمیتونم انقدر درک کنم اون محبتی که فقط یه ذره شدونستم درک کنم محبتی که داره برای من و شما برای مردم. Ephesians 3:19 says his love passes knowledge. به خاطر اینکه در افسوسیان 3:19 میفرماید که محبت او موافق فهم و درک بشری ماست. That's how much he loves every single person. پس بدونید که چقدر موافق فهم و درک بشری ما عیسی مسیح مردم رو دوست داره ما رو دوست داره. But he gives you the free will. اما خداوند حق انتخاب به تک تک من و شما داده که انتخاب کنیم به آسمان با او ملاقات خواهیم کرد تا ابدالآباد یا در جهنم تا ابدالآباد دوری از او و جایی که سیاهی و تاریکی هست. And the last verse. و آخرین آیه که میخوام بگم. Revelation 20:15. مکاشفه 20:25 says whosoever 20:15 معذرت میخوام whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. حیات ننوشته شده باشه به دریاچه آتش افکنده خواهد شد. So my question for you today is, سوال من از شما اینه امروز, do you know if your name is written in his book? آیا مطمئن هستید و میدونید که اسمتون در دفتر حیات خداوند ثبت شده؟ Are you certain? مطمئنید؟ Well, you can be right now. الان میتون. اگه مطمئن نیستید همین الان میتونیم مطمئن بشیم که اسمتون در دفتر حیات خداوند ثبت شده.